آیت الله سید علی محمد دستغیب گفت که علما و فقهای کشور برای سکوت و انتقاد نکردن از وضع موجود مورد فشار و تهدید قرار گرفتند. این مرجع تقلید ساکن شیراز تاکید کرد خواسته های مؤمنین و دوستانی که جمهوری اسلامی را می‌خواهند این است که آقایان موسوی و کروبی آزاد شوند. در ارتباط با افزایش فشار بر روحانیون منتقد حکومت با حسن فرشتیان پژوهشگر دینی مصاحبه ای انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای فرشتیان، به عقیده شما فشاری که حکومت به روحانیون منتقد وارد میکنه تا چه حد در جلوگیری از انتقادات اونها مؤثر بوده؟ یا به عبارت دیگه اگه این فشار وجود نداشت، ما شاهد چه میزان تفاوت در انتقادات روحانیون بودیم؟ اولا در مورد فشاری که حکومت بر مراجع و روحانیون مختلف وارد میکنه، این فشار به شکل‌های مختلفی هست. یعنی این فشار شاید به فکر بسیاری از مردم نرسید، اشکال گوناگون، مستقیم، غیر مستقیم، خانواده، نزدیکان، دفتر، این فشارها وارد میشه. از سوی دیگر به نظر من اگر این فشارها نبود، روحانیون مختلف از گروه‌های مختلف، از روحانیون سنتی تا روحانیون نوگرا، همگی انتقاداتی داشتن، چه بسا این انتقادات گاهی متضاد و متناقض هم بود. یعنی انتقاداتی که روحانیون سنتی می‌کردن عادتا شاید به برخی از فضاهای بازی بود که اینها رو با فرهنگ اسلامی مخالف میدونن، در حالی که روحانیون نوگرا به انتقاداتی نسبت به برخی از مسائلی که به نام اسلام میشه و چهره اسلام رو مخدوش جلوه میده و ظلم و ستمی که به مردم به نام اسلام میشه طبیعتا انتقاد میکردن. ولی گمان میکنم بیشترین انتقادات طبیعتا به اون چیزی خواهد بود که امروز به نام اسلام و به نام حکومت اسلامی در ایران انجام میشه و چهره‌ای که از اسلام نشون داده میشه هرگز با اون اسلامی که حتی روحانیون سنتی به اون معتقدند موافقت نداره. من فکر میکنم اگر این فضا باز بود، انتقادهای مختلفی از جانب گروه‌های مختلف روحانیون انجام میگرفت. ایده ای معتقدند که اکثریت روحانیون سنتی با وجود نارضایتی که از بعضی رفتارهای حکومت دارند، به طور کلی این حکومت رو به عنوان تنها دولت مذهبی شیعه در جهان حمایت میکنند و نباید اهمیت انتقادات این روحانیون رو بیش از حد دونست. نظر شما در این رابطه چیه؟ من فکر میکنم باید این نکته رو از دو دیدگاه نگاه کرد. یعنی برخی از روحانیون سنتی دقیقاً به همین مطلبی که شما اشاره فرمودید دقیقاً به همین نکته انتقاد نمی‌کنند که تنها کشوری که اثنا عشری است تضعیف نشه، و برخی دیگه دقیقاً به همین دلیل انتقاد دارند. یعنی انتقاد اونها اینه که اون چیزی که امروز به نام کشور شیعه امام زمان درست شده طبیعتاً با اسلام اصیل فاصله هست. یعنی اون نگرانی که شاید در اول انقلاب بود که اگر این حکومت تضعیف بشه، حکومت اسلامی و اسلام تضعیف خواهد شد، طبیعتاً اینجور نیست، چون روحانیون سنتی به نظر من بسیاری از اونها امروز معترض هستند که وضعیت اونها در زمانهای گذشته در قبل از حکومت اسلامی به مراتب تثبیت شده تر بود. یعنی پایگاه اونها و جایگاه اونها در اذهان عمومی و در افکار عمومی شکل گرفته بود و مردم بدون توقع مسائل حکومتی حرمت اون روحانیون سنتی رو نگه می داشتن. اما امروز همون روحانیون سنتی می بینن که نه تنها حرمت اونها نگه داشته نمی شه، بلکه باید پاسخگوی انتقادات و ضعف‌هایی که نسبت به حاکمان می شه هم اونها فقط به این دلیل که ملبس به رواز روحانیت هستند باشه. یعنی ظلم و ستمی که امروز در حکومت در کشور انجام میشه، این روحانیون سنتی باید پاسخگوی این مسئله که اونها نقشی در اون نداشتند هم باید باشند. لذا من فکر میکنم همونجور که اشاره کردید، برخی از روحانیون سنتی نگران تضعیف هستند، نگران از آن هستند که آینده چه خواهد شد اگر این حکومت تنها حکومت شیعه جهان تضعیف بشه، و برخی دیگه به جایی رسیدند که احساس میکنند که شاید در فضاهای دیگر اونها بتونن بهتر چهره واقعی اسلام رو نشون بدن و این حکومت سبب میشه پرده‌ای درست کرده بر چهره اسلام و اینها توانایی نشون دادن چهره واقعی اسلام رو ندارن. متشکرم آقای